دوباره خوش آمدین اعضای برنامه و در این بخش برنامه صحت خانواده است که دکتر صاحب فروغ ملیار با خود داریم و روی موضوعی که انتخاب کردن صحبت میکنیم. شما هم میتونین که تماس بگیرین با شماره 0711-130 به طور زنده و مستقیم میتونین تماس بگیرین روی موضوعی که انتخاب شده، میتونین سوال کنین و سوالات شما را هم پاسخ گو میباشن. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروزی ما درباره ازی است که بعضی اطفال نمیتونن ادرار خود کنترل کنن و یا هم از طرف شب وقت با خواب میرن جای خود تر میسازن و همچنان چگونه اینا چند سالگی بتانن که خانواده خود آگاه بسازن که تا رفع حاجت کنن و یا هم چرا با اطفال، تمام اطفال البته قسم نمی باشن، بعضی اطفال می باشن، مشکل اصلی یا دلیل اصلی که اطفال همین مشکل دارن چی است؟ ایره امروز از دکتر صاحب فروغ ملیار پرسان میکنیم که البته متخصص جراحی یورولوژی هستن و انشالله تماسای شما دارم خواهد داشتیم که روی شماره 0711-130. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. به نام خداوند مهربان، سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون جهانی آریانا. خوشحال هستم در خدمت شما قرار دارم. موضوع امروز که انتخاب کردیم درباره شب ادراری یا انوریزم است که خود شب ادراری را به یک تعریف اگر بگویم که به دو نوع می باشن. بله. یکی به شب ادراری اولیه میگن و دوم شب ادراری ثانویه است. ثانویه. اولیه قسم می باشه که نزد اطفال از سن که یعنی از زمان تولد که اینا تولد میشن نزدشان شب ادراری موجود بوده و تا سن 7 سالگی. بله. و از ثانویش به نوع ثانویش قسم میگیم که یعنی در تا حدود یعنی تا 4 سالگی یا 5 سالگی به شب ادراری نداشتن یا 6 سالگی یا 7 سالگی و بعدا توأم با یعنی بعد از یک مریضی که در قسمت بخش ادراریشان موجود بوده بعد از او برشان با وجود میاد، یعنی در حوال نمی داشته باشن. خود شب ادراری را میتونیم که بگوییم که در اطفال تا سن 7 سالگی یا سن مکتب ما میگیم این نرمال است، فیزیولوژیک است، والدین باید با تشویش نشن. خود شب ادراری یک بیماری گفته نمیتونه میره، یک علامت است. بله. یعنی علامت خوشخیم است، یعنی باید به والدین تشویش نکنه که اطفال ما چرا از طرف شب ادرار میکنه. خوب عوامل از زیره که ما اگر صحبت کنیم که چرا اطفال شب ادرار میکنن و روز روز نمیکنن و شب زیادتر ادرار میکنن، خود اطفال که است در تقریبا اطفال نوزاد در 24 ساعت یعنی یک شب و یک روز تقریبا نصفش اینا در استراحت می باشن. اطفال نوزاد مطلب ماست. بله. اینا یعنی امو عوامل یعنی که ادرار تولید میشه در شب و روز برای اینا، چون اینا 12 ساعت معمولا 12 ساعت یا 14 ساعت نوزادان در استراحت می باشه و یا ادرار خود میکنن. بله. و یک کدام مریضی نیست و بعد از اینکه به سن مدرسه رسید و بعد از سن مدرسه اگر اطفال شب ادراری داشتن یا مشکل شب ادراری که داشتن، باز اینا رو میتونیم که به یک بیماری تلقی کنیم و بپردازیم که چی مشکلات داشتن، یعنی بعد از سن 7 سالگی. بله. خب بعضی خب مهناز جان میخواهی سوال کنه؟ خب بعضی از دوستا که اطفالشون البته دچار همین مشکل هستن میتونن که به شماره تماس ما 0711-130 به طور زنده و مستقیم تماس بگیرن، چون دکتر صاحب ملیار با ما هستن و پاسخگو میباشن. بله. خب دکتر صاحب، بعضی اطفال هستن که بعد از سن 2 سالگی لا سن 2 سالگی در خواب البته جای خود تر میکنن، بعد از یک کاملا خودکفا میباشن و وقتی که از خواب بیدار میشن پس امو مادر خدا یا هر کسی که است او را آگاه میسازن که من باید بیرون برم. خب اینا هم دولت نرمال میان و اطفالی که تا سن 7 سالگی هم جای خود تر میکنن؟ قسم برستان میگم که خود همی اطفال الاسن 2 الی 3 سالگی اینا در خود مسانیشن به نام اسفنکتر هست که یعنی به شکل ارادی اینا میتونن که اراده کنن خود ادرار خود، یعنی انقباض بتن، یعنی قبض بگیرن و اونا وقتی که مسانه خودش پر شده. بله. سیستم عصبی راستن تنبیه میشه و خود طفل تا 3 سالگی میتونه که ادرار خود از طرف روز کنترل کنه اما از طرف شب نه. قسم هست که خود ظرفیت مثانه در اینجا رول داره. ظرفیت مثانه در نوزادان در حدود 45 میلی لیتر می باشه، یعنی 45 میلی لیتر ادرار داشت، یعنی گوشش ظرفیتش داره
که در هر سالی میتونه که در حدود 25 میلی لیتر اضافه شود تا 12 سالگی، یعنی ظرفیت مثانه زیادتر میشه و طفل میتونه که ادرار خود را چک کنه. و در نوزادان که چون شب ادراری می داشته باشه، به معمول ترین عواملش همین است که ظرفیت خود مثانهشان کم می باشه و برای والدین هم باید فهمانده شود که خود ظرفیت مثانه اطفال کمتر است که به مرور زمان سال به سال، یعنی الی 12 سالگی 25 میلی لیتر به حجم ظرفیت از اینا مثانه از اینا افزود میشه و بالاخره اینا میتونن که ادرار خود خودشان کنترل کنن. بسیار خوب. و چی دلایل باعث میشه که اطفال نمیتونن البته تشرم خودان را کنترل کنن؟ خب اطفال خو از طرف شب زیادتر میگیم، اول خو اگر کنترل نکردن تا سن مدرسه به شکل فیزیولوژیک هستی کدام بیماری تلقی نمیشه و اگر بعد از او اینا نتونستن کنترل کنه، ما باید بعض ماینات بر اطفال اجرا کنیم که آیا کدام مشکل در مثانهشان نباشه و یا ببینیم در رفتار خود مریض که راه رفتنش به چی شکل است، مشکلات خود فقرات کمر نداشته باشن، یعنی در موری کمرشان برآمدگی یا فرو رفتگی نباشه. خب ببخشید دکتر صاحب، یک تماس داریم. بله سلام. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. تشکر. خوراک ما 4 ساله است. بفرمایید. جای خدا تر می سازه؟ بله. 4 ساله. 4 ساله هستن؟ نه 4 ساله. قبلا این مشکل داشتن یا تازه این مشکل برشان ایجاد شده؟ نه، انا یک حدود 2-3 سال می شد. تشکر دکتر سید. خب به این طفله که 4 ساله گفتن فکر کنم. بله. 4 ساله را خود چون قبلا هم گفتیم که فیزیولوژیک است، یعنی به این شکل نرمال است. این را بعضی روش ها را بر از امشیره محترم میگیم که چی کار باید بکنه. طفل خود از طرف روز مایات زیاد بته و از طرف شب بعد از 7 شب مایات اترنه که بخی قطع کنه سرش بسیار کم برش مایات بته یعنی آب و جوس و چیزا، به خاطر که خود ظرفیت مثانهش به مرور زمان کلان شده، یعنی مایات که زیاد گرفته که ظرفیت مثانه کلان زیاد میشه. و همچنان برش یک توصیه دیگه هم که همین طفل 4 ساله خود از طرف روز بر تشناب رفتن که هدایت میکنه، برش تشناب که میره دفعات تشناب بشه، یعنی فاصله ایش زیاد بسازه. بله. و از طرف شب مایات کم برش بده و کدام مشکل نیست تا 7 سالگی انشالله مشکلش حل میشه، قابل تشویش نیست و برای خودشان باید یعنی تهدید نشه که چون روانن طفل ضربه میبینه و مضطرب میشه، به او خاطر 4 سالگی وقت نرمال است که باید همین چیزا بکنه، چیز مشکل نداره. بسیار خوب دکتر صاحب. ما میخواستم همین سوال کنم، وقتی بعضی طفلا هستن که جای خود تر میسازن، پس از طرف مادر، خواهر و یا هر کس دیگه که در خانواده با اونا زندگی میکنن، یک نام بالایش مانده میشه و او را به یک نام دیگه صدا میکنن و هرقدر توهین و تأخیر که میتونن او را توهین میکنن، پس در اینجا سر روی طفل چقدر تاثیر میکنه؟ بله، طفل مضطرب میشه، افسرده میشه و این مشکلش رفع نمیشه، مشکلش زیادتر میشه از دفعه قبلی که هر دفعه که برایش کسی تهدید کردن که یا یک نامه بگذاره سرش. بله. سر روان طفل تاثیر میکنه و او مشکلش حل نمیشه. یکی از تداوی از این روان درمانی است که یعنی طفل باید تهدید نکنین، بر طفل باید به قسم گفته شود که اگر تو امشب ادرار نکدی حتی برش جایزه بتن که یعنی یک شیرنی یا یک چیز برشان بتن، چون طفلا به شیرنی یا عادت دارن، علاقه زیاد دارن. وقت خود طفل به مرور زمان به خاطر که جایزه بگیره این کار نمی کنه. من تا بازم برتان نگیم که می یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر عزیز، میشه سوالتان مطرح بسازین؟ یک بچه یک دارم و اینم میشه کلپچه رو تر میکنم. چند سال هستن؟ 2 ساله هستن. 22 سال هستن. چی وقت این مشکل برشان ایجاد شده؟ این یکی قلب سراخ داشت. نه تشکر، سوالتان گرفتیم. آها چند سال است طفلتان؟ 2 ساله. تشکر از تماس گفتم که خب به این برادرم میگیم که طفل 2 ساله باید چون 3 ساله میتونه که کنترل کنه، او را از طرف روز، اما از طرف شب نه.
دو ساله خو هیچ کنترول هم خود رشته عصبی شنوز و قدر به اوج خود نرسیده که وقتی که طفل در خواب باشه و تنبیه شوه که مثانش پر شده خود همیشه شب دراری قسمه می باشه که وقتی که مثانه پر شوه. خب ببخشین صحبت هایتان هم قطع شد، بازم یک تماس داریم، میشه که دوتایی باز جواب بدین. ولی سلام علیکم. بله السلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، بفرمایین. تشکر میکنم. من یک برادر زاده دارم، شکم یعنی پوندیدگی است. نه یکم پیش دکترم مراجعه کردیم، گفتن که کدام علت نیست، شاید دیم قسم باشه، ذاتی باشه، ولی در ذات ما هیچ کسی قسم نیست. خدایی نیکم شکم یعنی پوندیدگی است. چند سال است؟ دکتر سای ببینیم که علت زی چی است. چند سال هستن؟ سه ساله میشن. اطرار خودم میتونن کنترل کنن یا خیلی؟ کدام قسمت شکمش پندیدگی؟ خب خودتون دکتر سب میشه صحبت کنین. میشه بگوین کدام قسمت شکمش پندیدگی داره؟ تماس قطع شد. خب از دکتر سب شما هم جواب بتین. خب به این خورک ما که گفت برادر زادیم شکمش پندیدگی داره، که اول سه ساله هستن، اینا به معاینات ضرورت دارن که آیا پندیدگی یکی خواهد نظر عوام دیده میشه، که یعنی یک کسی که در باره تبابت یا چیز آگاهی نداشته باشن اگر چیز نرمال هم ببینن پندیدگی در نظرشان میه. بله. و دوم اگر مشکوک بهی شدیم که آیا غیر نرمال است، باید پیش یک دکتر مراجعه کنه. اگر دکتر صاحب خواهد دید که همین پندیدگی کدام میشه، که طفل ها میتونه مثلا که ادرارشان در مثانهشان پر باشه و لاغر باشن، اما خود قسمت مثانه هم میشه که یک پندیدگی برجستگی کنه، و بعد از او اگر به او شکل نبود میتونه نزد یک دکتر بره. خب اینا گفتن ما چندین بار پیش دکتر بردیم، دکترها میگن که نرمال است، کدام مشکل نداره، حتما از نظر خودشان. آها خب اون حتما دکتر صاحبا معاینات برش دادن، دیدن از نزدیک دیدن کدام نرمال کس، باید به گفت دکترها قبول کنن. برادرمون هم بدین طفل دو ساله که داشتن. طفل دو ساله، گفتم که طفل دو ساله خب هیچگاه کنترل ادرار خود داشته نمیتونه. از طفل سه ساله او را از طرف روز میتونه که کنترل داشته باشه، و از طرف شب نمیتونه کنترل کنه، چون خود مثانه ظرفیتش وقتی که مثانه پر شده خود طفل در خواب میباشه و سیستم عصبی او را تنبیه میکنه تا که خود طفل بیدار شوه. و بازم همین گپ مدمی است که تا سن 6 سالگی را اینا باید هیچ اقدامی نکنن. بعد از او باز بعض روش هایی میباشه، یا میتونن که از سن 5 سالگی برشان بعض توشک های است، یک مثال که خود توشک تر شوه و یک سیم یا لاین داره که خود از او زنگ است، یعنی توشک های هوشدار میگن. طفل که در او استراحت کنه. تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم سلام برادر عزیز، میشه سوالتان رو مطرح کنین؟ خوب هستین دکتر صاحب؟ تشکر، بفرمایین سوالتان. میشه دکتر صاحب شما هم صحبت کنین امروشان؟ تشکر، شما خوب هستین؟ سلامت باشین دکتر صاحب. یک تا برادر دارم، من 10 ساله است. همه مشکلی که شما پیشتر مطرح کردین که جای خود تر میکنه، مقصد می پادر داره دیگه. بسیار خوب. خب از نگاه روانی جور هستن؟ از هیچ مشکلی نداره، از نگاه روانی بسیار خوب. این مشکل از چند سالگی برشان پیدا شده؟ از زمی 11 سالگی 12 سالگی برش پیدا شده. قبل از او جور بودن؟ بله بله جور بودن، قبلا هیچ مشکلی نداشت. تشکر از تماستون. و کدام مریضی دیگه ندارن؟ تشکر برادر عزیز و دکتر صاحب شما هم جوابشان. خب شب ادراری را ما گفتیم قبلا در اطفال گفتیم. خب دکتر صاحب چون تماس های ما زیاد است، اما مشخص میشه جوابشان. در بالغین هم میباشه شب ادراری، یا به شکل اولیه و ثانویه میباشه، که اولیه از برادر محترم که گفته که از این اولیه نیست، از این ثانویه است، یعنی تا 11 سالگی شب ادراری نداشتن. این میتونه که توهم و دیگه مریضی خود دستگاه ادراری یا عفونت های ادراری باشه. مثال اینا یک معاینات مکمل کار دارن، که مثال
اگر کدام بندش در مجرای ادرار داشته باشن او توسط معاینات معلوم میشه که بندش داره و یا ای که خود مثانهشان معاینه میشه معاینه تلویزیونی و بله. و معاینات ادراریشان هم میتیم اگر عفونت ادراری یا چرک ادرار داشته باشن انتانات طرق بولی داشته باشن اینا را اول کلش باید ما رد کنیم بعد از او باز به تداوی از این بپردازیم یعنی یک چی است که ما فعلا گفته نمیتونیم برشان که چی کار کنه بخاطر از اینکه اینا باید معایناتشان مکمل شود چون شب ادراری ثانوی است حتما کدام مشکل